دیدم دارم خفه میشم، چشامو باز کردم، دیدم یه پسر اوریان نشسته بالا سر من، یعنی فقط بالا تنش اوریان بود، نشسته بالا سر من، قیافه به شدت وحشتناک، موهاش اینجوری ریخته بود پایین، موهای مشکی اینجوری ریخته بود پایین و انقدر با خشم داشت منو نگاه میکرد که یه بار که قشنگ که خوابیده بودم همون شب، حتی من دویدم رفتم تو اتاق خواهرم، زمانی که خوابیده بودم اینجوری که مثلا به پهلو خوابیده بودم، یکی از پشت گلوی منو گرفته بود داشت خفم میکرد. به چش دیدینش؟ بعد تقلا کردم که برگشتم پشتم رو نگاه کردم، دیدم یه پیرزن وحشتناک. جدی میگی اینو؟ به شدت وحشتناک. دنبال کدوم یکی از این اعضای خانواده ای؟ اسمشو به من بگو. پریسا. پریس. پریسا. درست میشه، اشکال نداره، همه اینا درست میشه، اوکی میشه. یه جیغ وحشتناک تو صورتم زد، من همونو پتو رو زدم کنار، دویدم رفتم تو اتاق خواهرم. صورتش وحشتناک بود، درسته؟ به شدت وحشتناک، یعنی خیلی باهاش تنش دارم، مثلا بیشتر چالش های من تو خوابه که باهاش درگیرم. صورتش رو نمیبینم، اوریان هست و خیلی جاها واقعا اینو حس میکنم محافظ منه. بعد توی خواب داشتم اینو به خودم میگفتم، پریا دوباره اومدن سراغت، انگار یکی داشت منو خفه میکرد. بعد شروع کردم هی گفتم بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم، هی تو خواب. دوست نداری جوابشون رو بدید؟ از زنگ موبایلتون میترسی؟ خیلی خیلی زیاد، همیشه من گوشیم سایلنت. از زنگ الان 3-4 سال من گوشی سایلنت. از رسیدن خبر یا صحبت کردن با اینا هم میترسید؟ خیلی شدید. شما چی؟ خب رفقای من، بازم من این کارمندا دارم میرم خونه یه خانواده‌ای که چندین سال جن زدن و مشکلات خیلی شدیدی دارن تو این قضیه و به خاطر پاکسازی از گیلان سفر کردن، یعنی دیروز تو راه بودن تا برسن به اینجا که من میام براشون پاکسازی انجام بدیم. میریم بالا یه مصاحبه ازشون میگیریم. چقدر هم بوی زیرش پلو با مرغ میاد اینجا. هر روز خونه یه نفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. میریم ببینیم چه اتفاقی برای این خانواده افتاده. دوتا خانومن، سه تا خانومن، یعنی خانواده کاملن. دوتا دخترش ازدواج نکردن و مشکلات شدید دارن تو خونه، دعوا و درگیری. و حالا برم بالا ببینم چی جوری میشه. ببین انقدر خونه سنگینه، از اینجا استرس منو گرفته. خونه‌هایی که میرم معمولا سبکه و خبری نیست، حالی پیدا نمی‌کنم، ولی از الان باور کنید استرس شدید گرفتم. با استاد تمام هماهنگی‌ها رو کردم تا این آسانسور بیاد. قبلش تمام هماهنگی‌ها رو می‌کنم که مشکلی به وجود نیاد و اگه پاکسازی توی بدنشون لازم باشه با استادم هماهنگ میشم. بریم امید خدا ببینیم چی میشه. سلام داشت خوبی؟ سلامتی؟ هم شوی اون خیلی سلام، سلامت خوبه، سلامتی؟ ببخشید. باشه، خدمت یه خانواده عزیز دیگه هستم که با مشکلات ماورایی روبرو هستم و اینکه توی خونهشون و توی خانوادهشون یه سری مشکلات براشون پیش اومده، مثل دقیقا مشکلات خانواده قبلی که باشون صحبت میکردم. یه وجه اشتراکی که هست توی اتفاقات ماورایی توی خونه اینه که همه یه جور مشکل براشون پیش میاد، هم توی ارتباطاتشون هم توی زندگیشون. میخوام برام تعریف کنید که این داستانی که به خاطرش به من گفتید که بیام اینجا و برای خونتون پاکسازی انجام بدم از کجا شروع شده؟ برای شخص خود من از اونجا تقریبا 2 سال یا 3 ساله که خیلی سنگینه، یعنی از قبلش هم بوده.
اینکه من توی روابطم خیلی به مشکل میخورم. چند سال شروع شده این داستان؟ 3 سال خیلی شدیده. خب یعنی من 10 سالو میتونم بهتون. خب به نظرتون توی خانواده فک و فامیل کسی براتون طلسم دشمنی یا بله. دعایی کرده؟ بله مطمئنم روی این موضوع توی فامیل بوده؟ بله. یعنی باهاش دشمن شده باهاتون؟ نه دشمنم باهامون نشده ولی از روی حسادت. از روی حسادت چون که زندگیمون خیلی خوب بود، آدمای موفقی بودیم هر دوم از اعضای خانواده، ولی یه اتفاقی که افتاد نمیدونم چی شد که الان 10-12 سالی که خیلی قفل شدیم، به شدت سنگینی رومونه. من سر کار نمیتونم برم، بهترین کارها به من پیشنهاد میشه، به خواهرم همینطور با حقوق خیلی خوب. خواهرتون هم نمیتونه، شما هم نمیتونید برید؟ نه هر جا هم که بره 1-2 ماه میمونه. میشه حس و حالتون رو به من بگید که این چرا نمیتونید برین اون سر کار؟ آیا یه چیزی جلودارتونه یا اینکه خستگیه، فکره، چه چیزیه؟ من که خودم خیلی کلا آدمی بودم که خیلی دوست داشتم سر کار باشم، یعنی که اصلا خیلی کم هم علاقه داشتم به کار کردن، طوری که حتی مامانم با اون دعوا میکرد، میگه الان تو اصلا وقت کار کردنت نیست که بخوای بری سر کار. یعنی همیشه فعال بودم تو کار کردن، ولی الان تقریبا همونجور که خواهرم گفت 10-12 ساله که خیلی اصلا کلا زیاد سر کار نمیرم، بعد اگه سر کاریم برم آدمایی که توی محیط کارم هستن منو دوست ندارن، زودتر از اونجا برم بیرون، هی زیرابمو میزنم، بعد دیگه مثلا با 1000 زور و زحمت خودمو تو اون کار نگه دارم، نهایتا میشه 5 ماه بعد مثلا میام بیرون. یا مثلا کارهایی که حالت مثلا فروش اگه داشته باشه اونجا، مثلا میبینم همه فروش دارن، اوکی ان، درآمد دارن، ولی من همیشه مثلا از همشون عقب ترم و تمام این اتفاقا تو این 10-12 ساله برام افتاده. زمانایی که بیکار میشم خوشحال میشم که بیکار شدم، بعد چند وقت دوباره میگم که خب من خیلی دست و بالم خالی شده، باید برم سر کار. میگردم دنبال کار، کار پیدا میکنم، ولی حتی پاهام یاری نمیکنه برم مصاحبه کنم. همه چیمون روتین یه خوش شروع شد بره. یا اینکه به مرور زمان شروع شد؟ ببین کلا توی زندگیمون که خیلی نوسان داشتیم، سختی زیاد کشیدیم، ولی این سنگینیه رو نداشتیم. کارمون رو داشتیم، درسمون رو میخوندیم، هممون شاد بودیم کنارم. الان یه جوری که خواهرم جدا غذا میخوره، من جدا غذا میخورم، سفره دیگه رنگی نیست صفره. همه دوره هم باشیم، حتی عادی نمیتونیم با هم حرف بزنیم، دعواتون میشه درسته؟ آره. تو خونه دعوا و درگیری زیاده، زیاد شده. دقیقا تو خانواده قبلی هم وحشتناک، بدترین مشکلشون همین بود، وحشتناک دعوامون بالا میگیره. حالا من بیشتر مواقع میریزم تو خودم، کنارگیری میکنم، بعد احساس میکنم یکی داره با من میجنگه، هی میریزم تو خودم. احساس میکنین یه چیزی توی سرتون سنگینی میکنه و دوست داری جیغ بزنی، داد بزنی، درسته؟ من شده بارها شبا مثلا شنیدم قبلن بیرون، بر میگم مثلا رفتم بیرون یه جای خلوت انقدر جیغ زدم خودم مثلا خلاص کردم برگشتم، کسی بهتون یه حرفی میزنه سری ناراحت میشه. من به شدت، یعنی یکی نمیشه بهم میگه باره چشم در روه. احساس میکنید با اینکه خانوادتون هم با اینکه خواهرتون هم احساس میکنید بعضی اوقات دوست دارید بکشینش، خفش کنید؟ آره، احساس میکنیم قوی ترین دشمنمونه، واقعا دوستمون نداره، کاملا ارتباط داره. به چند سال گذشته بویا من و خواهرم، البته توی همه خواهر برادرها بحث و دعوا، بله بله، ولی خب زیاد نه، ولی توی این چند سالی که گذشته شده بود که من و پریسا نزدیک 2 سال با هم قرار بود. آره دعوای خیلی شدیدی می‌کردیم، یا مثلا من مثلا هر چند دعوام شد یا مثلا می‌بینیم 6-7 ماه با هم قرار. من اینو اضافه کنم که وارد خونه که شدم بسیار این خونه سنگینه، یکی از سنگین‌ترین خونه‌هایی که هستش اومدم. داداش خانوما هم هستن کنارمون و این مشکلات توی خانواده‌های قبلی، توی هر خانواده‌ای که میرم این مشکلات به شدت هست، مخصوصا دعوا کردن توی خونه. میخواستم ازتون بپرسم که به نظرتون تایم زیاد بودین کنار هم به خاطر اون نیست؟ چون بعضی ها فهم میکنه شاید شما در روز کلی پیش همین، من کلا زیاد پیش همین به فکر میکنم که خب مثلا شده که الان دیگه من با مامانم و اون یکی برادرم شمالیم همش،
چون که مثلا مادر من اونجا حالا احوالش یه ذره بهتر از یه دارو مصرف نمیکنه، آب و هوای تهران برش سم شده، مثلا الان یه ذره فاصله داریم. مثلا من همین برادرمو فکر میکنم که بعد 2 ماه تازه مثلا دیشب که رسیدم تهران دیدمش. ولی چیز دیگه که من دارم بهش فکر میکنم، یه وقتایی مثلا فکر میکنم میگم شاید مثلا من با پریسا دعوا میشه یا با پژمان دعوا میشه یا با یکی برادرش، به خاطر اینه که ماها هنوز توی خونه زیر یه سقف. یه مقدارش اون هست، ولی خانواده‌ای هم هستن که توی خونه زیر سقف با هم هستن، همشون سر کار میان، شب میان کنار هم غذا میخورن، با هم صحبت میکنن. خب متاسفانه ما کار نداریم دیگه، یعنی قشنگ همه چیمون بسته، سر کار رفتن، باشگاه رفتن، تبریک گردن، پول در آوردن، همه چیمون افت میکنه. یا مثلا اینکه کار به کار کردن، یه چیزی بگم خوبیه، من عاشق کارهای هنری ام و اون تابلویی که شما رفتین تو اتاق دیدین، کار خودم درستش کردم. خیلی توی تکاپوی بودم که پول کلاسامو جور کنم، پول وسایلمو جور کنم، برم این کلاسو ثبت نام کنم و این کارم کردم. رفتم کلاسامو شرکت کردم، تمام اون تایمی که توی این کلاسا می‌رفتم خیلی ذوق و شوق داشتم و برای آینده خودم که این کارو یاد گرفتم کلی برنامه‌ریزی کرده بودم. اما بعد از اینکه این کار تموم شد، یعنی کلاسام تموم شد، تابلو اولمو که تموم کردم، تابلو دوم اومدم شروع کنم، الان شاید بهتون بگم که 5 ماهه که من تابلو دومم هم تموم نکردم. همه کاراتون به و اصلا کلا دیگه علاقه، یعنی دیگه دستم یاری نمیکنه برم مثلا اون کارتک رو بردارم، مثلا تخت کنافمو بذارم شروع کنم باش کار کردم. وقتی بهش فکر میکنم یه جوری اصلا میگم که ولش کن، انگار که اصلا این کار من نیست، من برای چی رفتم دنبال این که بخوام مثلا این کارو اصلا اینجوری نیست. شما به خاطر ببینید، به خاطر اون تلسم یا دعایی که همون خواهرتون میگه که براتون گرفتن، از اون شروع شده. امکان داره این سنگینی از یک نفر که مثلا یا خواهر یا مادر یا برادر شما باشه، ولی کل خانواده رو درگیر میکنه، چون اون موجود داره اینجا زندگی میکنه باهاتون، موجود داره اینجا زندگی میکنه. شما گفتید چند بار پیش دعا نویس اینا رفتید؟ من فکر کنم 5-6 باری رفتم. پول دادید هر دفعه؟ هر دفعه. چه مقدار مثلا پول؟ 2 میلیون 3 میلیون؟ نه، چون قدیم بوده کمتر. آره قدیم بوده کمتر بوده که به مبلغ الان به قول شما اون 2-3 تومن میتونید در نظر بگیریم. ولی چند جا که رفتم بر من دعا با زعفرون و چی میدونم این چیز، من هم احساس میکردم که داره بدتر میشه. تو آب روون میریختم. بعد یه چیزی هم که خدمتتون عرض کنم، من سردردهای وحشتناکی میگیرم، مخصوصا جلو اون آینه که به قول خودتون میگی میخوابی. من توی اون اتاق وقتی که میخوابم، یعنی شب تا شده 3 تا مسکن مصرف. کی احساس کردید توی خونه یه چیزی دیدید؟ چون داداشتون گفتش که یه چیزی دیدم توی خونه که دستم رو گاز گرفت. شما دیدید درسته؟ بله. توی خونه میشه برام یه کوچولوشو تعریف کنید؟ نه، اون که گاز گرفته بود رو ندیدم. ندید. با دردش از خواب بیدار شدم، خواب بودم، با دردش از خواب بیدار شدم که دستم کلاً درد میکرد، در همین از این نیم ساعت درد داشت، باشه جای گاز رس میکردم دستم. جاش هم افتاده بود؟ جای گاز افتاده بود؟ یکم قرمز بود، ولی یه سری تو اتاق از خواب بیدار شدم دیدم. از خواب که بیدار شدید گفتید کنار پایین تخت نشسته بود، کلاً خیلی سرد بودم و عرق سرد میکردم، کلاً بدنم یخ. بعد گفتید از هوش رفتید درسته؟ انقدر انرژی منفیش بالا بود. بعد به هوش اومدید متوجه بوش شدید؟ بیهوش نشدم، از اینکه مثلا از حال بود انرژی مو گرفت، در جا خوابم بود. بله انرژی گرفت، چرا درست گرفت. بعد از خواب که بیدار شدم کلا کلخ بودم، بیحال بودم، یه دوش آب نمک گرفتم سوار شدم. آفرین آفرین، چه حرف قشنگ. شما اطلاعات دارید توی بله بله. خیلی خیلی خوب، خیلی خوب. دوش آب نمک و قصه آب نمک و گلاب خیلی تاثیر خوبی داره. اعتقاداتتون چجوریه؟ نماز و قرآن توی خونه خونده میشه؟ من اعتقادات هم به شدت بالاست، یعنی اینجوری هم که هر روز ذکر اون روز رو میگم. بعد مثلا یه سری ذکرهایی هست که برای مثلا گره گشایی و این داستانا رو انجام میدم. به زبون میارید؟ بله. و زمانی که به زبون میارم خودم رو مثلا توی دنیای دیگه ای میبینم. آروم میشی؟ آروم میشم. خب به شدت. یه زمانهایی هم هستش که دارم اون ذکر رو میگم، یه چیزی به من میگه ول کن بابا، حالا بعدا انجام میدید که ولش کن. میدونم از واجبات همه، وظیفه اون لحظه منه که انجام بدم، بیخیال میشم، اصلا پرت میکنم تصویر رو. بعد نمازم هر وقت با
باشون. آره هر وقت که مثلا خیلی احساس میکنم خودمونیشو بگم کارم پیش خدا گیره، میرم مثلا یه روز وای میسم. میتونی نماز بخونی؟ آره مثلا شب وای میسم از غذای صبح میخونم تا شب رفت دیگه، سه ماه دیگه. چجوری؟ مثلا یه موقع تصمیم میگیرم نماز بخونم، دو روز سه روز میخونم، اونم به سختی. وقتی که وای میستم مثلا دارم شروع میکنم مثلا به این چیزها رو گفتن، ذکرها رو گفتن و اینو، مثلا دارم نمازم میخونم، همش اینجور تلو تلو میخورم. من اصلا میخوام تون تون بخونم تمام بشه بره. من همش تلو تلو میخورم، انگار که مثلا به زور وایستادم و اصلا انرژی ندارم برای اینکه وایستادم دارم این نماز رو میخونم. وقتی مثلا سجده میرم دیگه حال ندارم بیام بود. اینجوریه. این ببینید شاید یه سری ها بگم برای تنبلی، این هیچ ربطی به تنبلی نداره. هیچ ربطی به تنبلی، چون آدم واسه مثلا یه سجده و بالا پایین، کسی که قبلا ورزش کرده، کسی که قبلا زندگی شادی داشته، واسه بلند شدن از رو سجده به ربطی به تنبلی نداره. من یه تایمی خیلی بدنم کبود میشد، خواهرم هم یه تایمی خیلی حس میکرد بختک افتاده روش، شب و نصف شب نفسش میگرفت نمیتونست بلند شه. من نصف شب و یه دفعه با جیغ و گریه بیدار میشدم، بعد که بیدار میشدم به گریه کردنم ادامه میدادم، قطعش نمیکردم، شروع میکردم ادامه دادن. و بعد از اون سردرد شدید. که قرآن بخونید؟ نه من سرم تیر میکشه. سرتون تیر میکشه قرآن میخونی؟ من سرم تیر میکشه، قشنگ تو گوشم صدای سوت حس میکنم. نه سرم نمیگم که دارم قرآن میخواستم تیر بکشه، ولی شده که مثلا سمت راست بدنم سر میشه، یه وقتی سمت چپ بدنم. توی خواب دیگه چه مشکلی؟ کم خوابید یا من اینطوری هم که خیلی خوابم میاد، از سر شب میخوام بخوابم تا 4-5 ذهنم درگیره، این ور میشم گوشی رو میذارم کنار، این ور میشم اون ور میشم، بلند میشم تو خونه راه میرم، بعد میزنم زیر گریه. یعنی من هر شب بدون استثنا گریه میکنم، یعنی از گریه زیاد که چشم درد میگیره میخوابم، از اون ورم دیگه 10-11 صبح. یه وقتایی میگم که خب من صبح زود باید بلند شم برم به دادگاه برسم، به کار قانونی، به کار ماشین یا کار اداری، هر کاری میگم باید برم به اینا برسم. صبح از 7 صبح بیدار میشم که برم دنبال کاراشو، به خودم میگم یکی زهر هنوز نشستم. این که میخواید از خونه برید بیرون خیلی براتون سخت شده، درسته؟ خیلی. من یه دختر شادی بودم، همش گردش، تفریح، بیرون، مسافرت با دوستام، خونه دوستام، اونا بیان من برم. من الان صمیمی‌ترین، من دو تا دوست خیلی قدیمی که 20 ساله هستن دارم، یه دفعه میبینی الان 6 ماه، 1 سال، 3 سال ندیدمشون. زنگ میزنن جوابشون رو نمیدم، حتی دوست نداری جوابشون رو نمیدم. از زنگ موبایلتون میترسی؟ خیلی خیلی زیاد، همیشه من گوشیم سایلنت. از زنگ الان 3-4 سال من گوشیم سایلنت. رسیدن خبر یا صحبت کردن با اینا هم میترسی؟ خیلی شدید. شما چی؟ من مشکل تو خواب واسه شما زیاد اونقدر حاد نشده، ولی برای خواهرتون خواهر من مشکل توی خواب دارم. تو شمال خیلی زیاد داشتم، من تو شمال حتی به چشم خودم دیدم توی اتاق خوابم، و اینکه اصلا صحنه‌ای دیدم که خیلی ترسناک بودن، که حتی چه صحنه؟ مثلا توی اتاق خواب من یه پنجره بزرگ داره دوست. که تختم دقیقا زیر پنجره است. بعد روزای اول که تو خونه مثلا تازه رفت بودیم میخوابیدم اوکی بودم، میگفتم اینجا اومدم راحت تا صبح خوابم میبره، ولی بعدش دیگه یواش یواش شروع شد هی بیدار شدن، انگار که مثلا یکی بیدارم میکرد. مثلا یهو تو دل خواب بودم، شاید مثلا 2-3 ساعت خوابیده بودم، ولی یهو مثلا تو خواب میپریدم، احساس میکردم یکی داره نگام میکنه. بعد یه بار که قشنگ که خوابیده بودم، همون شب حتی من دویدم رفتم تو اتاق خواهرم. زمانی که خوابیده بودم اینجوری که مثلا به پهلو خوابیده بودم، یکی از پشت گلوی منو گرفته بود داشت خفم میکرد. به چش دیدینش؟ بعد من خیلی تقلا کردم که به زور برگ، یعنی قشنگ چشم باز کردم دیدم کمدم رو به رومه، بعد تقلا کردم که برگشتم پشتم رو نگاه کردم، دیدم یه پیرزن وحشتناک. جدی میگی اینو؟ به شدت وحشتناک پشت سر من، سرش رو گذاشته رو بالشت بغلی بالشت من، همینجوری عین من به پهلو خوابیده، منو اینجوری گرفته. بعد که من برگشتم سمتش، قشنگ تو چشاش نگاه کردم، یه جیغ وحشتناک تو صورتم زد، من همونو پتو رو زدم کنار، دویدم رفتم تو اتاق خواهرم. صورتش وحشتناک بود،
درسته. به شدت وحشتناک، یعنی موهای ژولیده، موهایی که حتی انگار خیلی کم پشتم بود، پرم نه. پس اینقدر دلیل دیدی که میتونید جزئیاتش رو بگید؟ آره، حتی موهاش چند تا موهای بلند اینجوری سفیدم تو صورتش افتاده بود. بعد من همونو پتو رو زدم کنار، دویدم سمت اتاق خواهم، در اتاق خواهم در رو وای کردم، دویدم رفتم تو اتاق خواهرم. بعد اینجوری در تو اتاقم رو روبروی همدیگه است، اینجوری نگاه میکردم تو اتاقم و گفتم پریسا. بعد اونجا گفت چی شده؟ بعد من اینجوری تو اتاقم این ترسی، گفت بگو چی شده، داری میترسونی منو؟ گفتم یکی تو اتاق منه. بعد پریسا رفت نگاه کرد، هیچکی نیست. که من همون شب رخت خوابم رو اووردم تو اتاق پریسا خوابیدم، یعنی نرفتم. فکر نکردید اون موقع یه آیه ای بخونید که برای دفعه یه آیت الکرسی بخونید اینا به فکرتون نرسید؟ من در همچین مواقعی که مثلا یه اتفاق برام میفته بسم الله رو میگم، بعد یا اینکه مثلا میگم لعنت به شیطون و مثلا یه حرفا رو میزنم. و الان دیگه جدیدا شبا میخوابم بسم الله رو میگم و سوره ناس رو میخونم میخوابم. یه بار دیگه توی همون اتاق خوابم باز احساس کردم یکی داره منو خفه میکنه، تقلا کردم. بعد زمانی که خواب بودم قشنگ تو خواب فهمیده بودم که دوباره انگار اومدن سراغ من، با اینکه خواب بودم. بعد توی خواب داشتم اینو به خودم میگفتم، پریا دوباره اومدن سراغت، انگار یکی داشت منو خفه میکرد. بعد شروع کردم هی گفتم بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم، هی تو خواب با صدای خودم حتی از خواب بیدنیم داشتم متوجه میشدم که من دارم این مثلا اسما رو دارم میگم، اسم خدا رو دارم میگم، مثلا میگم نمیدونم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینا رو هی بلند بلند میگفتم. بعد که یهو انگار منو ول کرد، بعد یهو از خواب بلند شدم دیدم یه آقای قشنگ معلوم بود مرده، قد بلند سیاه اینجوری وایساده دم پنجره داره منو نگاه میکنه. بعد از پنجره رفت بیرون، کامل سیاه سیاه بود. بعد دوباره دیدم که قد بلندی داشت، درسته قد بلندی داشت، دیدم اونجا حتی میتونم بگم موهاش هم کوتاه بود، موی بلندی نداشت، موهاش کوتاه بود. بعد دستاش اینجوری انداخته بود بغلش، چه با جزئیات اینجوری برگشت منو نگاه کرد، همجوری داشت منو نگاه میکرد، روشو برگردون از پنجره رفت بیرون. دوباره من بلند شدم رفتم، مامانم موقع طبقه پایین، چون پایین مثلا سر صدا اونجا یه ذره زیاده، طبقه پایین میخوای میگفت اونجا سر صدا کمتره، چون ما بالا بودیم بیشتر سر صدای همسایه‌ها رو میشنیدیم، طبقه پایین تو پذیرایی میخوابید. دوباره من پتو و متکام برداشتم رفتم پایین پیش مامانم خوابیدم، که چون ترسیده بودم. بعد با یه آقایی که دوست خانوادگیمون هم هستش، خیلی اهل قرآن و نماز و این چیزا، صحبت کردم. به من گفت پریاد چیزو قلیاب بگیر با سرکه بجوشون. آخ چه خوب، چه کردید این کارو؟ خب خب بریز چهار گوشه اتاق و سوره ناس رو نمیدونم گفت چند بار بخون، یادم هفت بار خوندم. گفت دم هر گوشه که میریزی هفت بار بخون بعد بریز. من این کارو کردم و به شدت آروم شد اتاقم، یعنی تونستم که دیگه بعدش دیگه چرا برای اینجا این کارو نکردی؟ خواب آروم داشتم. آخه اصلا نیست تهران، من اینجا نیستم. من اینجا کارو بکنه چرا؟ من تو اتاق تو شما، تو اتاق پریسا این کارو کردم، تو اتاق مامان. چون خیلی ها فکر میکنن دور کردن این موجودات از خونه و خانواده خیلی کار سختیه. اصلا کار سختی نیست، بسیار موجوداتی هستند که از طرف خود ما انسان ها فرستاده شدن برای اذیت کردن. مثلا من برای یه مثال مثلا از داش رو نوشتم، باش دشمنی داشتم، توی کاسبی فرستادم و اون موجود به خاطر این اومده داره داش رو اذیت میکنه. ولی توی ذات شخصی خودشون، ذاتی خودشون، ذات خداونده توشون، مثل ما انسان ها ذات خداوند توشون دارن. فقط یه چیزی ها پوید، این قضیه بستگی و اینکه کارمون پیش نمیره، یا اینکه من با شما صحبت کردم مثلا شده یهو یه کاری مثلا شده میلیارد شاید پول اومده تو این خونه، ولی ما اصلا نفهمیدیم چی شده، نه ماشینی عوض کردیم، نه وسایل خونه عوض کردیم، نه میگم که مثلا حتی مادر من مثلا چشماشو باید عمل میکرده نکرده، قلبشو باید عمل میکرده نکرده، اصلا این پوله کلن انگار اومد فقط ما دیدیمش رفت، اصلا هیچ چیزی نداشت. مادرتون زیاد مریض میشن؟ خیلی مخصوصا دو سه سال اخیر کلن مریضه. تا مثلا میگم 10-12 سال پیش به این ور که مثلا تمام این اتفاق افتاد، من الان 3 ساله که قشنگ همین چیزی که براتون تعریف کردم به چشم میبینم. من نمیتونستم بخوابم، بعد یه جا مثلا چرت میزدم
خوابم میبرد، یهو دوباره خواب بلند شدم دیدم که یه نفر نشسته ما بین من و دختر داییم. شما بعد... از همه بیشتر توی خانواده دیدید؟ آره. بعد من برگشتم نادیا رو نگاه کردم، دیدم اون قشنگ غرق خوابه، اصلا یه جوری خواب بود که خور و پف میکرد. بعد دوباره برگشتم سمتش نگاش کردم، دیدم همینجوری نشسته داره منو نگاه میکنه. صورتش رو نمیدیدم، یعنی صورتش قشنگ معلوم بود صورتش سمت من، ولی تاریک تاریک بود، نمیتونستم ببینمش. همینجوری نشسته بود داشت منو نگاه میکرد. بعد دوباره من شروع کردم همین ذکرای بسم الله و سوره ناس و اینا رو خوندم. بعد خوابم نبرد، خوابم هی این پلو پلو کردم، هی رفتم دم پنجره بیرون رو نگاه کردم، هی چیز کردم، دوباره اومدم گرفتم خوابیدم. باز تو حالت خواب و بیداری دیدم دارم خفه میشم، توی حالت اغما میان سراغ آدم، دیدم دارم خفه میشم. چشامو باز کردم دیدم یه پسر اوریان نشسته بالا سر من، یعنی فقط بالا تنش اوریان بود، نشسته بالا سر من، قیافه به شدت وحشتناک. دنبال کدوم یکی از این اعضای خانواده ای؟ اسمشو به من بگو. پریسا. پریس. پریسا. شنیدی شما؟ شما رو گفت. اینا به هیچ عنوان نمیتونه، مثل دعا تلس نیست، نمیتونه. قربونی میخوای؟ توی اتاقه. بله. شنیدی بله رو؟ صدا تو میشنوم، واضح صحبت کن، داری عربی صحبت میکنی؟ اشکال نداره، درست میشه، اشکال نداره، همه اینا درست میشه، اوکی میشه، اشکاله کمک میکنی با کسایی که من میشناسم. چند تایی تو این خونه؟ دیدی صداشو شنیدی؟ داداش این برای چی تو این خونه ای؟ انگار یه ورودی بود، یه پورتال بزرگ که یه نور وحشتناک درخشانی داشت ازش میزد بیرون. از چه قبیله هستی؟ چی؟ از چه قبیله هستی؟ زخم. زخم گفت یا خون؟ بر همین میفهم تلسم رزق؟ رزق؟ نوشته باشه به چه نیت نوشته باشه. خوبه دو آقای بده. این خوبه، اینو نمی